سلام مجدد دارم خدمتتون بعد از اون غرفه که آقای ربیعی جهان صد با یه هیجان خیلی خاصی برای ما محصولات و دمو کرد و توضیح داد. اومدیم از سالن 7 بیرون و داریم داخل سالن 8 و 9 نمایشگاه اسپورتکس میشیم به خاطر اینکه بتونیم همه نمایشگاه رو توی قاب تصویر برای شما داشته باشیم و قبل از اینکه هوا خیلی گرم بشه ببینیم چه خبره. خب اینجا خب 2 تا سالونه و فکر میکنم یه ذره با بدنسازی بیشتر مانوس باشه. اولین شرکت هم شرکتی به اسم آیرست تجهیزات ماساژ اینجا آوردن دارن نمایش میدن، صندلی که ماساژ برقیه و توی غرفه دارن نمایش میدن. آیرست این بخش اولش بود، یه بخش سالن بزرگ گرفتن، همون ورودی سالن 8 و 9 دست راست که وارد میشید اولین غرفه است. حالا سعی کردن که تبلیغات خوبی هم بکنن، پروموت کردن غرفه رو و تقریبا سالن بزرگه. حالا بعد ببینیم که سر فرصت ببینیم بجز تجهیزات ماساژ دیگه چیا دارن. بریم روی کلن بچه روی اکسسوریایی که برای ریلکس و ماساژ و اینا استفاده میکنن. فکر میکنم هم وارد کننده هستن، شرکت خدمات ماساژ تپیه اسپیتمان آسا. حالا وقت کردید برید حتما سایتشون یا اینستاگرامشون رو سرچ کنید ببینید، چون دم غرفهشون شلوغه فعلا نمیریم، افتتاحی است. خب اینجا هم کافی میدن خودشون، یه غرفه دیگه حالا این دفعه با برند روتای که اونها هم همین تجهیزات رو دارن عرضه میکنن و میگم احساس میکنم اینجا فکر میکنم بخش آموزشیشون باشه بچه، یعنی همون غرفه باشه. خب دوباره یه شرکت که عرضه کننده تجهیزات EMS به اسم iTitan.me اینا هم کارشون EMS بچه، مثل اون غرفه که سال 7 دیدیم. یوسف جامه خواب، اینا هم تجهیزات پوشیدنی تیشرت و کفشای ورزشی و بگ و چیزای از این دست. و یه نفرم اینجا داریم که حالا معذرت میخوام یه لحظه چون رد شد، شرکت آنا 3D میخواستم با یکی از دوستان صحبت کنم که دیگه فرصت نشد. خب آنا 3D هم دیجیتال استودیو متر، آنا اسکیل، بادی کامپوزیشن آنالیزور و بادی اسکنر، اینا تجهیزات آنالیز رو اینجا ارائه میکنن. حالا کارشون خدمات تو حوزه دیتا هست برای مربی‌ها و کسایی که میخوان. نمونهش رو دیدیم، اون شرکت مشهدی حالا توی سالن 7 عرضه کرده بود. این سالن بچه ها بزرگتر هم هست. خب یه غرفه دیگه، اینا بیشتر تجهیزات آرنا، غرفه آرنا بیشتر تجهیزات هست که برای باشگاه‌هایی که رشته‌ای مثل کراسفیت رو تمرین میکنن. حالا من دیدم خب اینا یه نمایش از تجهیزات EMS هم اونجا به اصطلاح دارن، این پوشیدنی هاشو. خب ببخشید ما یه لحظه مجبور شدیم ویدیو رو قطع بکنیم. این طرف یه شرکت به اسم اتوماسیون ورزشی راما تیم که اونا هم اکسس کنترل ها، حالا تگا و RFID ها و گیت ها و دستگاهی که با اثر انگشت و کارت میان مدیریت میکنن ورود و خروج و به قول بچه ها دخل و خرج باشگاه رو برای مدیر باشگاه مدیریت میکنن که حتی خودش هم نباشه خیالش راحت باشه. شرکت پاور اسپورت البرز که میبینید کارش تولید صفحه های
وزنه و دمبل هست برای بدنسازی و کتل داره اینجا، دمبل داره با دو سه تا فرمت مختلف، صفحه های بدنسازی که حالا بعد شرکت آرامد، شرکت آرامدم باریکلا باز تو کار اسکن و آنالیز بدن هستن، هم کف پا هم کل بدن رو میان آنالیز من با یه فرمت دیگه ای، با یه شکل دیگه ای و ببینیم یه اطلاعاتی بگیریم. آقا سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ من فاصله بگیرم، ماسکتون رو برمیدارین که صداتون بیاد، چون صداتون به ذات پایینه. خوبین؟ من البته تو سالن هفت یه شرکتی مشابه شما دیدم از مشهد، شما هم تو کار به اصطلاح دیوایس هایی هستی که آنالیز بدن و کف پا و کلن پوکسچر بدن انجام میده، میشه یه مدار روی این تکنولوژی توضیح بدیم ببینیم که به مبنای کارش بر اساس چیه؟ رادیوه یا تصویر رادیو جرافیسته؟ درسته، آنالیز ها با استفاده از حالا المان های مختلف داره، لیزری هست، درسته، کلورسنت هست، درسته، سنسوری هست و در از درسته. بعد خروجیاش استاندارد، یعنی میشه تو دیوایس ها اپلیکیشن دیگه هم استفاده کرد یا حتما بعد رو سافر خودتون باشه؟ یه بخشی از در واقع خروجی ها استاندارد. آره، با چه فرمتی؟ مثلا تو اتوکد میتونم ببرمش، درسته؟ بخشش هم خیلی فقط توی نرمزانه. بعد محصول کامل ایرانیه، تولید ایران. مقر شرکت کجاست؟ مرکزی هم هست، محصولاتمون از اداره کل تجهیزات پزشکی مجوز داره. شما تنها مرکز مورد تایید از عرض میکنم خدمتتون، بذارید من ویدیو رو بگیرم الان عرض میکنم خدمتتون. اجازه است که از نزدیک دیوایس دارم یه نگاهی بندازیم؟ اشکالی نداره بچه ها. فقط یه چیزی که هست جالبه، حالا اون شرکت مشهدی که من دیدم اگه دیده باشید دو سه تا قطعه جدا از هم بود، ولی اینجا مثل یه کمدی یه سطحی درست کرده. حالا نمیدونم این به صورت دیپارت همینجوری یا برای نمایشگاه این شکلی درست کردی؟ آها، خب ببینید میگم این یه استیشنه. ببینید من تو اونجا که دارم میبینم 5 تا دیوایس رو یه جا کنار هم قرار دادن و دارن اون به اصطلاح خدمات رو میدن. اینجا هم اگه نگاه بکنید دقیقاً داره آنالیز حرکتی میکنه با اون پونتایی که روی ماسل و به اصطلاح مفاصل شخص هست. این طرف هم باز اسکن کف پاس، یعنی فول فکر میکنم دیوایسشون تمام اون چه که لازم هست برای شما میتونن ارزان و خودشون گفتن تنها مرکزی هستن که تاییدیه گرفتن. خب این خیلی مهمه، خیال شما رو به عنوان یه خریدار یا کسی که داره خدماتشون استفاده میکنه خیلی میتونه راحت کنه دیگه، یه جورایی به قول بچه‌ها گفتنی علامت استاندارد رو گرفتن. بعد معذرت میخوام، این فقط توی باشگاه ها میشه استفاده کرد یا مثلا به صورت جدا این دیوایس ها رو کسی میتونه تو منزل یا تو دفترش هم داشته باشه؟ چون یه مقدار ابعاد جوریه، مثلا میگم من یه مثلا متخصص فیزیولوژی ورزشم، یه دفتری دارم با یه فضای محدود، میخوام ببینم حتما باید تمام این دیوایس یا این استیشن با هم باشه یا جدا جدا میتونم ازش استفاده کنم از شما خرید کنم؟ جدا هم قابلیت کاربرد داره دست. درسته. آره، کلش به هم دیگه باید در واقع مچ بشه. آها، پس حتما نباید با هم مچ بشن. ولی آره، نکته که وجود داره بحث اینه که وقتی میخواد یه آنالیز کامل انجام بشه تک تک این دستگاه مورد نیاز باید یک دیتایی رو بدن که ارزیابی کامل‌تر و دقیق‌تری بشه. جزیره‌ای الان متأسفانه خب خیلی از شرکت‌ها فقط جزیره‌ای میان ارزیابی رو انجام میدن، فقط اسکن پا یا مثلا اسکن سه‌بعدی. درسته، یک آنالیز جزیره‌ای و در واقع تک پارامتر میشه که خیلی ارزشمند است. ولی وقتی کل این مجموعه با هم دیتای آنالیز رو در اختیار کاربر در اختیار پزشک یا درسته حالا مرکز پزشکی ورزشی قرار بده، خیلی آنالیز جامع‌تر و کامل‌تر و دقیق‌تر. خب حق با ایشونه دیگه، راست میگن، چون تو بعضی از مطب‌های پزشکی ورزشی اگه البته اسمشو بذاریم مطب یا دفتر، الان رایجه که مثلا یه دستگاه اسم برندم نمیارم، میارم میگن آنالیز بادی تو برات انجام میدیم مثلا درصد چربی تراکم استخوان، ولی ایشون داره میگه اگه قراره که شما یه آنالیز واقعی داشته باشی به عنوان یه متخصص بتونی در مورد یه نفر اظهار نظر کنی، هر کدوم از این ماژولا یه بخشی از دیتا رو به تو میده،
اینجوری نیست که شما بتونی مثلا با یه اسکن کف پا یا فقط یه آنالیز بدنی بگی اوکی شما مثلا در این شرایط قرار داری. الان حرف منطقیه بچه ها. اسم دستگاهشون که اردو استیشن هست، هوم پیج یا وب پیجی دارید که من تو اینجا نشون بدم کسی خواست ببینه؟ ببخشید من بچه ها کارت ویزیتشون رو براتون نمایش میدم. ببینید وبسایت یا هوم پیجشون که aramedhealth.com هست و ایمیلشون هم a.mahnama@aramed. البته اینو باید تو سایت باشه، تو تهرانن محمودیه خیابون سالار. اینم خدمت شما ارشاد که باز تصویر خود کارت که اگه بتونید کیو آر کدش رو اسکن کنید در رو ویدیو میتونید برید تو هوم پیجشون. خیلی هم عالی. نه یواشاش دارم امیدوار میشم، چقدر گجت اومده تو نمایشگاه به جای دستگاه بدن سازی امسال. مرسی از توضیحاتتون. الان یه سوال ناسیونالیستی هم بکنم، ما الان این دستگاه که شما عرضه کردی از نمونه خارجی بهتریم؟ الان پایین تریم تو یه لولیم از سطح تکنولوژی میخوام بدونم. واقعیتش اینه که خب توی بعضی قسمت ها عقب تریم، بعضی از قسمت ها هنوز جا داره تا بتونیم به سطح. به خاطر تحریم نیست؟ چرا؟ یعنی یه سری چیزا سنسور ها اینا نمیتونه بیاد، شما هم نمیتونی ازش خروجی بگیری. اینم از حتی محصولات خارجی بهتره. اونجا هم به خاطر اینکه میگن محدودیت خلاقیت میاره. خیلی هم عالی، ممنونم که وقت گذاشتید.